شبی خواهم که بینی زاریم را، سحرخیزی و شب بیداریم را. گر از پولاد داری دل نه از سنگ، ببخشایی بر این مجروح دلتنگ. کشم هر لحظه جوری نو نو از تو، به یک جو بر تو ای من جو جو از تو. اینا دیشب من نخوندیم اینجا رو. من افتاده چنین چون گاو رنجور، تو میبینی خرک میرانی از دور. کرم زین بیش کن با مرده خیش، مکن بیداد بر دل برده خیش. حقیقت دان مجازی نیست این کار، به کار آیم که بازی نیست این کار. من اندر دست تو چون کاه پستم، وگرنه کوه عاجز شد ز دستم. چون من در زور دست از کوه بیشم، چه باشد لشگری چون کوه پیشم. اگر من تیغ بر حیوان کنم تیز، نشب دیزم جوی سنجد نه پرویز، سنجد نه پرویز. ز پرویز و ز شیرین و ز فرهاد، همه در حرف پنجیم ای پریزاد. چرا این روزا دور این بازی واجور هم هست؟ چرا چون نام هر یک پنج حرف است، به بردن پنجه خسرو شگرف است. ندانم خصم را غالب تر از خیش، که در مغلوب و غالب نام من بیش. ولی که دبار خود را می شناسم، و از اقبال مخالف می هراسم. هم دباری عجب در راه دارم، که مقبل تر کسی بدخواه دارم. بدخواه دارم. اما پس صدای دست بالا رو نمیشنوی؟ دیلینگ صدا. چرا؟ عذر میخوام. اینا رو چیز کن. بکنم که جوین شد. نه. مرسال اول تو بگو بعد علی. همین خواهد. علی هم مطمئن هم میخواد حرف ما رو بگو. حالا با مغلوب. همین دیگه اونه که راحت و صدور نخوندن. راحت و صدور نخونده کسی که راحت و صدور نخونده در این سرا وارد نشد. این بیت رو نفهم. ولی حالا خیلی جالبه، بریم ما اون جدول حساب کنیم که اسم فرهاد غالبه یا پرویز. بابا منو خوندم که دیگه اصلا چرت و دون جدوله که میگه. محاسبات اون غلط بود. محاسبات نه آخه این داره میگه که در مغلوب و غالب نام من بیش. فرهاد آقا نام من جلوتر است تو. آره. مذهب اینه که به راحت و صدور نمیتونی اطمینان کنی، حساب رو چک کنی. 50% غلطه، 50%. این دو تا ایراد داشت برای آیندگان که میشنونی، که اینکه اون جدول رنگیه که ما تو کتاب سیاه و سفید داریمش. یعنی تو مثلا کجاها سبز که ما نمیدونیم سبزه. آره این مهمه که ما باید اونو رنگی داشته باشیم. و دوم این که خودمون مصحتون پاورقم گفته مثلا تو باید مثلا یه جورایی اینو دارم از خودم میگم از مصحه، نه مثلا باید از قبل بدونی که کی بر کی غلبه میکنه، جورش کنی، توقع هم براش ردیف کنی. به قول داموس المول مثلا گفته بر جان مثلا پیروز شد، خب تو همون قاعده خودش میبینی نه، ابلیس بر جان پیروز نمیشه، باید اون جان رو بکنی جانب نه جان. با حروف کپیتال بنویسید. به هر حال یه چیزی بوده، یه چیزی مثلا یه بیسی داشته که الان نظامیان داره بهش استناد میکنه، که حالا در حد حالا فرض کنیم که راحت و سودانم اشتباه کرده، یه حکایت تلسماتی داشتن. هم ادباری عجب در راه دارم، که مقبل تر کسی بدخواه دارم. مبادا کس وگرچه شاه باشد، که او را مقبلی بدخواه باشد. از آن ترسم که در پیکار این کوه، گرو بر خصم ماند بر من اندوه. مرا آن کس که این پیکار فرمود، طلبکار هلاک جان من بود. در این سختی مرا شد مردن آسان، که جان در غصه دارم قصه در جان. مرا در عاشقی کاریست مشکل، که دل بر سنگ بستم سنگ بر دل. حقیقت دان مجازی نیست این کار، به کار آیم که بازی نیست این کار. توان خود تو آن خود را به سختی شد توانه تو آن خود را به سختی توان خود را به سختی سنگ دل کرد. بدین سختی نکاهن را خجل کرد. مرا عشقت چو موم زرد سوزد، دلم برخیشتن زی درد سوزد. مرا گر نقره و کسی حرفی داشت
مرا اگر نقره و زر نیست در بار که در پایت کشم خروار خروار، رخ زردم کند در عشق باری، گهی زرکوبی و گه نقره کاری. ز سودای تو ایچ شمع جهانتاب، نه در بیداری آسودم نه در خواب، که اگر بیدارم اندوه بایدم خورد، وگر در خوابم افزون باشدم. اگر بیدارم اندوه بایدم خرد، وگر در خوابم افزون باشدم درد. چو در بیداری و خوابین چنینم، پناهی بهز تو در خود پناهی بهز تو خود را نبینم. یا که از مردمی جان بر تو ریزم، نه دیوم کاخر از مردم گریزم. کسی در بند مردم چون نباشد، که او را از سنگ که او از سنگ مردم میتراشد. تراشم سنگ و این پنهانیم نیست، که در پیش است در پیشانیم نیست. کسی را روبرو از خلق بخت است، که چون آینه پیشانیش سخت است. بر آن کس چون ببخشد نشف خاکی، که دارد چون بنفشه شرم ناکی. بفرما امیر حسین. ببخشید اون بیت قبلی چی شد معنیش؟ پیشونی و فلان. علی برو هفته قبل. کسی را روبرو از خلق بخت است، چون آینه پیشانیش سخت است. ببخشید خودت یه بار این سوالو نکردی که در کلی ودمنی کلمه خوندیم که فارسیش سخت پیشانی میشد؟ من نه. سخت پیشانی نوشته سرسخت دلیل بیباک بوده خدا. ما یه کلمه ای به عربی خوندیم و در این مورد صحبت کردیم که مثلا سخت پیشانی داریم فارسی نداریم، یه ذره در این مورد صحبت کردیم. میخوام توی بیت دیگه نظر شما و آیندگان رو جلب کنم به بازی آقای نظامی. یه بیتی داشتیم چند بیت قبل‌تر، از آن ترسم که در پیکار این کوه، گرو بر خصم ماند بر من اندو. این گرو بر خصم ماند که معناش یه جوری واضحه که اون ببره دیگه. آره با طبیعتا یادمون باشه که توی جهانگوشا داشتیم به کرات و حتی فکرم توی بیحقی هم خصم به معنای داماد. داماد بله. این معنا هم که اگر در ذهنمون باشه بیست تو زیباتر میبینیم. اینجوری بود که برای فرار از دادن دختراشون به مغول، اونا را ازدواج داده بودن با یه سری پسر و بعد اون خصمان رو جمع کردن و طلاق گرفتن یا کشتن. یادمه کنجا خصم رو گفته بود به معنی داماد که ما گیت شده بودیم. تو به حقی هم بود ولی خصم. ریحانه بگو. یعنی داره با خودش رو کوه و در و دیوار صحبت میکنه دیگه. آره دیگه بنده خدا تنها یکی نمیره از شیرین بپرسه تو چی میخوای. همین دو مثلا دوتایی با هم دیگه اومدن و چیز شدن، مثلا رفته پیش خسرو بدون اینکه اصلا یه بار به شیرین بگه اصلا تو میخوای یا نمیخوای. هنوز امپاورینگ ویمن شروع نشده بود. خب خلاصه مثل آینه سخت پیشونی باشید یا نباشید. بران کس چون ببخشد نشو خاکی که دارد چون بنفش شرمناکی. ز بیشرمی کسی کو شوخ دیده است، چون نرگس با کلاه زر کشیده است. جهان را نیست کردی پستر از من، کردی پستر از من، نبینی هیچ کس بی کستر از من. خب اینو بگید یعنی چی؟ ایدتون میگه جهان را نیست کردی پستر از من. نه چندان دوستی دارم دلاویز، که گر روزی بیفتم گویدم خیز. نه چندانم کسی در خیل پیداست، که گر میرم کند بالین من راست. منم تنها در این اندوه و جانی، فدا کرده سری بر آستانی. منم تنها در این اندوه و جانی، فدا کرده سری بر آستانی. اگر صد سال در چاهی نشینم، کسی جز آه خود بالا نبینم. اگر گردم به کوه و دشت صد سال، به جز سایه کسم ناید به دنبال. چه سگ جانم که با این دردناکی، چه سگداران دوم خونی و خاکی. سگان را در جهان جای و مرا نه، گیا را بر زمین پای و مرا نه.
پلنگان را به کوهستان پناه است، نهنگان را به دریا جایگاه است، من بی سنگ خاکی مانده دلتنگ، نه در خاکم در آسایه نه در سنگ. چو بر خاکم نبود از غم جدایی، بگو امیر حسین. ببخشید اون سگداران رو من نمیفهمم یعنی چی. باید بخونم فکر کنم چیزی. جزو که سگدار یعنی سگ گزیده. تو میخری اینو؟ دیگه چی بگم؟ اوکی. ببخشید من دست خودم رفت کنم. خب. بفهم. نهنگان را به کوهستان پناه است، نهنگان را به دریا جایگاه است، من بی سنگ خاکی مانده دلتنگ، نه در خاکم در آسایش نه در سنگ. چو بر خاکم نبود از غم جدایی، شوم در خاک تا یابم رهایی. مبادا کس بدین بی خانمانی، بدین تلخی چه باید زندگانی. به تو باد هلاکم می دواند، خطا گفت که خاکم می دواند. چو تو هستی نگویم کیستم من، ده آن توست در ده چیستم من. آره؟ حالا این دوتا بیت هم ابهامی داشت برام. نشاید گفت من هستم، تو هستی که آنگه لازم آید خود پرستی. نشاید گفت من هستم تو هستی که آنگه لازم آید خود پرستی. به رفتن باز میکوشم، چه سوداست نیابم ره که پیشا چه سود است نیابم ره که پیشاهنگ دود است. در این منزل که پای از پویه فرسود، رسیدن دیر میبینم شدن زود. به رفتن مرکبم بس تیزگام است، ندانم جای آرامم کدام است. چو از غم نیستم یک لحظه آزاد، نخواهم هیچ کس را در جهان شاد. دلا دانی که دانایان چه گفتند، در آن دریا که در عقل سفتند. کسی کو را بود در طبع سستی، نخواهد هیچ کس را تندرستی. مرا عشق از کجا در خورد باشد، در خرد باشد، که بر موی هزاران درد باشد. مرا عشق از کجا در خرد باشد که بر موی هزاران درد باشد. بدین بیروغنی مغز دماغم، غم دل بین که سوزد چون چراغم. ز من خاکستری مانده در این درد. آقا چقدر سوزناک. به خاکستر توان آتش نهان کرد. منم خاکی چو باد از جای رفته. بفرمی. میگم خیلی خیلی سوزناکه، بعد تو هم کلا نبو فرضی جداد هست. دارم اذیت میشم واقعا. من هم بطور خاموش کردم دارم حاجت میگیرم. واقعا الان دو صفحه هست که داره با خودش اینا رو میگه. بچه من خدا بابا ول کن برو دنبال یکی دیگه. منم خاکی چو باد از جای رفته، نشاط از دست و زور از پای رفته. اگر پایی به دست دارم دگر بار، به دامن در کشم چون نقش دیوار. چون نقطه زیر پرگار آورم روی، شبم در نقش دیوار آورم روی. به صد دیوار سنگین پیش و پس را، ببندم تا نبینم نقش کس را. نبندم دل دگر در صورت کس، از این صورت پرستیدن مرا بس. لطف میکنید. چوز این صورت حدیثی چند راندی، دل مسکین بران صورت فشاندی. چو شب روی از ولایت درکشیدی، سپاه روز رایت برکشیدی. دگر باران قیامت روز شب خیز، به زخم کوه کردی تیشراتیز. به شب تا روز گوهربار بودی، به روزش سنگ سفتن کار بودی. گوهربار معنی عشق. گریه میکرد. زبس سنگ و زبس گوهر که میریخ، دماغش سنگ با گوهر برامید. به گرد عالم از فرهاد رنجور، حدیث کوه کندن گشت مشهور. زهر بغش شدندی سنگ سایان، بماندندی درو انگوشت خایان. ز سنگ و آهنش حیران شدندی، در آن سرگشته سرگردان شدندی. های بابا کلمه قیامت چجوری آورد؟ ببخشید من دست بلند نکردم. دگر باران قیامت روز شب خیز،
به زخم کوه کردی تیشه راتیز. بعد من همه بیت اینجوری میخونم بدون اعتماد اون پوفیوز میفتن که میگفت آی من الان یادم افتاد. من یادم پوفیوز حسین آهی مرد هفت کفنم پوشوند. بابا نگو اسمشو نگو اسمشو بابا اسمشو نگو تو که گن زدی به قبرش بابا قیامت رو ببین چقدر زیباست چقدر مدرنه خیلی بعضی ابیاتش اصلا فراتر از نکادم هی بخواد چیز بده کلمه اصلا هولناکه توصیفه از اینکه بخوای هی اگه بخوای کامپلیمنت بدی در واقع میاریش پایین قضیه رو کلا اصلا شوخی ولی حالا توی این خیلی خیلی بیتای درخشان داره من اونی که خیلی بیشتر از همه روم تاثیر گذاشت یه بیتی داشت میگفت من مثل طفل گریه میکنم نمیتونم بگم اسم دایه رو بیارم نمیتونم اسم شیر رو بیارم خیلی لطیف بود آره نه بیتای عجیبی داره واقعا خب ادامه میدید یا آره رفتن چند نفش مونده چقدر حالا 10 دقیقه وقت داریم کلن ولی هر شقه رسیدیم میخونیم این رفتن شیرین به کوه بیستون رو میتونیم بخونیم آره بخونیم رفتن شیرین به کوه بیستون و سقط شدن اسب وی انشالله خودم سقط میشدیم بچه هم اینجوری که مبارک روزی از خوش روزگاران نشسته بود شیرین پیش یاران سخن می رفتنشان در هر نوردی چنان کاویز در هر گرمی و سردی یکی عیش گذشته یاد می کرد بدان تاریخ دل را شاد می کرد که افسانه آینده می خواند که شادی بیشتر خواهیم از این راند زهر شیوه سخن کان دل نوازه است بگفتند آن چه واگفتند درازه است سخن چون شد مسلسل عاقبت کار ستون بیستون آمد پدیدار رسیدن به بیستون به خنده گفت با یاران دل افروز علم بر بیستون خواهم زد امروز ببینم کاهنین بازوی فرهاد چگونه سنگ می برد به پولاد مگر زان سنگ و آهن روزگاری به دلگرمی فتد بر من شراری بفرمود اسب را زین برنهادن سبا را مهد زرین برنهادن نبودان روز گلگون در وساقش به اسبی دیگر افتاد اتفاقش برون آمد ببخشید یه لحظه صفحه من قطع شد برون آمد چه گویم چون بهاری زیبایی چو یغمایی نگاری روان شد نرگسان پرخواب گشته چو صد خرمن گل سیراب گشته بدان نازکتنی و آبداری چو مرغی بود در چابک سواری چنان چابک نشین بودان دلارام که برجستی به زین مقدار ده گام ز نعلش بر سبا مسمار میزد زمین را چون فلک پرگار میزد چو آمد با نسار مشک و نسرین بر آن کوه سنگین کوه سیمین ز عکس روی آن خورشید رخشان ز لعلان سنگ ها شد چون بدخشان چون کوهی کوه کن را نزد خود خواند و از آن جا کوه تن زی کوه کن راند بفرمایید آقای مهرزاد میگم این چابک نشین بودن دلارام که از فاصله 10 قدمی یه پرید روی اسب می نشست آنو یاد چیز انداخت صحنه رستم و اسفندیار اگه یادتون باشه وقتی اسفندیار اومد سر تکون خورد با نیزه رو ستون کرد پرید رو اسب اومد دست یه جور زر چشم من یادم نمیاد این چیز آره روی روانی که قشنگه حیف که از ذهنتون رفته اومد زر چشم بگیره از رستم نیزه رو ستون کرد پرید بزنی که مثلا بنده خدا پیرمرد رو تأخیر کرد چیز رستم نردبون گذاشت رفت واکنش رستم چی بود؟ بیش چی درش رو زدید تیر زد تو چشش چو کوهی کوهکن را نزد خود خواند و از آنجا کوهتن زی کوهکن راند بریم پایین الحاقی ها رو نمیخونیم نه؟ به یاد لعل او فرهاد جانکن کننده کوه را چون مرد کانکن زیار سنگدل خرسنگ می خورد
ولی کن عربده میخرد، ولی کن عربده با سنگ میکرد. عیار دست بردش را در آن سنگ، ترازوی نیامد راست در چنگ. به شخص کوه پیکر کوه میکند، غمی در پیش چون کوه دماوند. درون سنگ از آن میکند، درون سنگ از آن میکند مادام، که از سنگش برون میآمدم کام. رخ خارا به خون لعل میشست، مگر در سنگ خارا لعل میجست. چو از لعل لب شیرین خبر یافت، به سنگ خاره در گفتی گوهر یافت. به دستش آهن از دل گرمتر شد، به آهن سنگش از گل نرمتر شد. به دستی سنگ را میکند چون گل، به دیگر دست میزد سنگ بر دل. دلش را عشق آن بت میخراشید، چو بت بودش چرا بت میتراشید. شکر لب داشت با خود ساغری شیر، به دستش داد کین بر یاد من گیر. ستد شیر از کف شیرین جوان مرد، به شیرینی چه گویم چون شکر خرد. چو شیرین ساقی باشد هماغوش، نشیر ار زهر باشد هم شود نوش. احسن. چو عاشق مست گشت از جام باقی، ز مجلس عزم رفتن کرد ساقی. شد اندامش گران از زر کشیدن، فرو ماند دستش از گوهر کشیدن. کلی بهش طلا داد، دلش طاقت نبرد از عشق دل. یه خیلی الحاقی زیاد بود، رفتیم پایین. نه اسب بر کوه زر بودی ندیمش، سقط گشتی. نه اسب بر کوه زر بودی ندیمش، سقط گشتی به زیر کوه سیمش. چنین گویند کسب باد رفتار، سقط شد زیر آن گنج گوهربار. چو عاشق دید کان معشوق چالاک، فرو خواهد فتاد از باد بر خاک. به گردن اسب را بر شه سوار، با شه سوارش زجا برداشت، واسان کرد کارش. به قد مهرزاد. این اون بیتی که شدن دامش گران از در کشیدن، فرو ماندست باش از گوهر کشیدن، تو فاعل جمله رو فرهاد فرض کردی بکنم. من شیرین فرض کردم. مثلا معنیشو نفهمیدم چی شد، چرا یه راسته سنگین شد. اونجا کلی فرهاد بهش گویا گوهر و طلا و اینا میده در ازای اون شیری که میگیره، درست میگم؟ آره دیگه، از سنگینی اسبش سقط شد. آره تلاونا از کجا آورده بوده وسط کوه؟ اون سنگ که میکنده، آره کانو که میکنده. طلا و جواهر اینا هم از توش بده. من مطمئن نیستم که فرهاد بهش داده باشه. این لباس های بافت بر تنش هست. یه دور اومده با اسب مرزاد، برای چی باید نتونه بگه؟ الان دیگه چون یه دور اومده، الان خسته شده، هم اسب خسته شده، هم خودش. ببین پوشیدن لباس های اونجوری برای خود شیرین هم سخته که بخواد مثلا ساعت ها در تنش باشه، اونم مثلا از کوه داره میره بالا. این لباس های زربافت مرصع گوهر نشانی که بر تنش هست خستش کرده. یه ساعت دو ساعت چون چقدر از کوه رفته بالا، حالا شد اندامش گران از زر کشیده. این لباس های اینجوری فرو مانده اسبش از گوهر کشیده، اسبش هم خسته شد، چه خبره؟ اینجوریه. اگر این بند خدا اونجا هم که گفته بود از ده قدمی جست میخواست چیزو آماده کنه که بعدا خیلی میخواست، یعنی هم یه همچین آدمی بود شیرین ولی برید. آفری سام بگو. اینجوری هم میتونیم ببینیم همین حرفی که مرزاد میزنه، و اون وقت دیگه زر و گوهر خیلی چیز هم معنی خاصی لزوما نباید بده دیگه، خود شیرینه دیگه. آره این خیلی معنی میده. آره شما قبلش گفته بود بیستتون خار سنگ خارا، سنگ خارا که توش واقعا که ضروری چیز وجود نداره. آقا ولی این صحنه ای که شیرین سوار اسب بعد فرهاد اسبو کول کرده، اینو هیچ نقاشی ازش نگذشته، یعنی مثلا تمام نسخه های مصور چیز خمسه این صحنه رو دارن حتما. برامو بذار توی گروه تلگرام. آره آره. به قصرش برد از آن سان ناز پرورد، که مویی بر تن شیرین نیازد. نهادش بر بساط نوبتیگاه، به نوبتگاه خیش آمد دگر راه.
همان آهنگری با خاره می کرد، همان سنگی به آهن پاره می کرد. شده بر کوه، کوهی بر دل تنگ، سری بر سنگ می زد بر سر سنگ. چو آهو سبزهی بر کوه دیده، ز شورستان به گورستان رمیده. دست شما دارد نکنه. ببخشید من اصلا آمده نبودم و احتمالا. خیلی خوب. همت گرم، مرسی. شما گرم. خیلی خوب بود، دست برد.